خوشحالین بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید بچه‌ها. امروز اومدیم به ترک جدید علی پاشا به اسم وطنم ریاکشن بریم که فکر نکنم ما تا حالا کلا توی این چنل از علی پاشا ریاکشن رفته باشیم. نه، من اولین بار اسمش رو میشنوم. چند تا از فری استایلاش بود که منتشر شد، خیلی باحال بود. بعد که این ترک اومد گفتم که بریمش. فکر می‌کنم اون فری استایل اون وقت همین ترک می‌شد، نمی‌دونم. حالا اینو گوش کنیم چه جوری. بریم که داشته باشیم. بازم عذر می‌خوام بابت لبم و من یکم مجبورم به خاطر این چسب میمیک نداشته باشه صورتم. آره، 3 دقیقه و 24 ثانیه از کار. بچه‌ها لینک مستقیم کار توی دیسکریپشن هست، هرچند که از رادیو جوانه و نمیتونین ببینین دستان کارن کار کیا بودن چون کردیت نمیده، ولی خب به هر حال لینک مستقیم کار توی دیسکریپشن هست. زیر نوشته که متن آهنگه. آره خداش ننوشت، فکرم منظورش این بوده که متن آهنگ از علی پاشا، ولی نه، متن آهنگه. اوکی، ببینید داشته باشیم. قبل اینکه شروع کنیم، البته یادتون نره لایک رو بکوبید و اگر سابسکرایب نیستید سابسکرایب کنید، بپیوندید به ما و هر روز ویدیو ببینید. ببینید داشته باشیم. صدای کیان بوده؟ پامی زارم رو همه ترسا میکنم، اعتراض به یادم احسا، اینا که تو خیابون ما رو میزنن یه روزی میپیچنه همین مرزا، میگیری نشونه رو سر ملد، عجاباتو کشتن نمیشه علت، زندگی تو ایران شده فیلم ترسان، تو کجا ادامه داره این قسمت. چقدر لیریکش باحاله، میدونی؟ لیریکش خیلی خوب به هم چسبیده شده، وگرنه نمیتونم دقیقا بگم باحال، چون مثلا درده و ولی این مثلا میگه اینا که تو خیابون ما رو میزنن یه روزی میپیچن همین مرزا. دقیقا، البته نه بالا سریاشون میپیچن ولی خودشون میمونن تو دست مردم که تیکه تیکه بشن. کشتن نمیشه علت، زندگی تو ایران شده فیلم درستان، تا کجا ادامه داره این قسمت، خیابونا شده مثل جهنم، همونجا که بهش میگم وطنم، چیزی نداره واسه من و تو، آقازادا میخورم میبرم بچه در. چقدر با کاورش هم چقدر شبیه همین حالتی که میگه خیابونا شده مثل جهنم، یعنی اون الان برج آزادی که کلا انگار توی جهنمه، خونیه انگار همه چی، دقیقاً قرمز جهنم. سال تو تنش گلوله بهم بگو عدالت کجا، آبادش میکنی یکی بهم بگی حقیقت تلخ، تو تنها چیزی که میشنوم دروغه، حاکمی هم نداره قیمت، تا وقتی زنده ام تو کجا ادامه داره این قفله، لعنت به پلیسی که شده قاتل، لعنت به تویی که نداری غیرت، ولو دختری که میلرزه صداش کشید بی کلاش، تو اشکا برام میزنه سرفه اش که تو چشاش میزنن میکشن، نمیگن چرا شو میرم احساساتمو بروز به یاد یک وطن لای بلوک، یه عمر علی که شنیدیم دروغ، تو اوج جوونی پیرم و چروک، گلی نخبه مرد تو شناسنامه مهر فوت، میکشین و میگیم با مرگ مغزی کشته شد، یه روز برعکس میشه جامون، دنیا هم تیم شده با همون، آزادی حق هممونه، صف وایسادیم روی پاهامون. وطنم پاره تنم ای زاد. یه بار یه کورس از اول گوش کنیم، خیلی قشنگه این کورس، ولی این ورس اول علی پاشا رو خیلی دوست داشتم. آره منم همینجور، خیلی خوب به هم وصل کرده بود. میگم این انتظار... یه جور رپیه، یه جورایی مثل حالت اولد اسکول توری، حالت رپ آشناتر با سبکایی آره. که الان جدیده و داریم باشون آشنا میشیم، این رپ کمی آشناتره و انقدر ساده گفته شده، انقدر قابل فهم و روونه، خیلی جوریه که همه بتونن گوش کنن، حتی کسایی که مثلا گوش آشنایی به رپ ندارن، مثلا همین اینو بعد مثلا زیاد پخش کرد همه جا که یه ذره مردم اون قشر خاکستری، اون قشر خودشونو زدن به اون را، اون اینجور آدم هایی کم بشنون بفهمن، شاید بلکه فکر نمیکنم ولی شاید بلکه دردشون بگیره. چون جهتی نداره اینجور ترک ها، چون جهتی ندارن بیشتر چون خداوکیلی تو وقتی مثلا در آره تو به این خداوکیلی وقتی مثلا درد یه مشکلی یه شکایت یه چیزی داری توی مملکت، میری سراغ پلیس، تو وقتی نتونی بری سراغ پلیس دقیقاً چی آخه، واقعا این دیگه خیلی مزخرفه، تو نمیتونی بری سراغ پلیس بلکه بعد بجنگی با پلیس، اصلا خیلی فاسده، یعنی اوج فاسده که نتونی به پلیس پشت کنی. این واسه وقتی که مثلا پلیس خودش یا حکومت خودش فاسد باشه، ولی وقتی این فساد نفوذ کرده تو خونه ها، تو خانواده ها، یعنی نفوذش منظورم از طریق ترسه، به شکل ترسه اینجوری نفوذ کرده، یه به قول خودت یه انقلابی هم ما داریم با خانواده ها، اول اینجوری فرهنگی اونجوری خراب شده. وطنم پاره تنم ای زادگاه میهنم، از خاک تو بوسه میزنم ایران،
میدونم که اینو این یه این تیکش گرفته شده از یه از یه کار خیلی معروفه، خب وطنم پاره تنم، ولی یادم نمیاد کدوم بود. متا این اینجاش که میگه از خاک تو بوسه میزنم ایران، یادمه که بر خاک تو بوسه میزنم ایران بود. نمیدونم، من بیشتر داشتم فهمی کردم به اینکه خواننده فقط اسم علی هستش، ولی این خانوم اسمش که... نیست و کاش بود، چون خیلی قشنگ داره میخونه، خیلی صداش قشنگه، خیلی با احساس و قشنگ داره میخونه. شاید از اونایی که داخل ایرانه و برای همین نمیتونه اسمشو مثلا بگه. اینم میتونه باشه، ولی چون تو رادیو جوانیم کلن نمیدونیم راجع به مسئله، نمیشه مطمئن بود راجع به این رادیو جوانه. روزا مثل جمعه دلگیر دانشگاه شده زندان بدین، حتی اگه خفه کنه کمرا به دنیا میرسه صدای شروین. آدم ارزشی ندارم براتون، سطل آشغال شده سرمایه ملی، همه یه صدا شدیم توی نیاهو کلتون جا نداره بس. هر چیزی میشه، یعنی فقط این گیرشون تو سطل آشغاله، سطل آشغال تیز زدن باید اعدام بشه. من نمیدونستم اینقدر سطل آشغال مهمه. یه داره میگه که یه سرمایه ملی، سرمایه اصلا نگار به قول چیز جزء ناموسشونه. آخه سد آشغاله، من یه جوری دارم توضیح میدم انگار مثلا مثلا یه تاپ سرسره برده خونش. بابا یه سد آشغاله، یه سد آشغاله چیز مهمی نیست. مثالات خوبه، یه تاپ سرسره مثلا برده اون مهمه. نه اونم مهم نیست، ولی خب مثلا یه تاپ سرسره صد درصد یه سد آشغاله. انگار از یه بچه 5-6 ساله داره میگه یه تاپ سرسره برده، اون دیگه کارش نمیشه. یه نیمکت مثلا مهم نیست. اوکی بریم. حتی اگه خفه کنه کمرا به دنیا میرسه صدای شروین. آدم ها چقدم رسید براتون، صد آشغال شده سرمایه ملی، همه یه صدا شدیم توی لیا و جلتون جا نداره واسه علمی. جواب این روزا رو بگو کی میده، خونه جوانامون کلخ چی میشه، تو خیابون مردم رو میکشن، داره یه بغضی صدامو میگیره، پس خدا کجای اون چشات میبینه. بگو یه روزی میای با دست پر، روزی که انگیزه باشه شنبه صبح دیگه نباشیم بعده، کسی هم نپوشه لباس دست دو، واسه اونی که سخف بود داره زوش، واسه اونی که آقا واسه اونایی که به خدا اعتقاد دارن همچنان چجوری بگم. ببین بیان یه جوری یه چیزی بگیم که مثلا همه انگیزه پیدا کنن. اونایی که به خدا اعتقاد ندارن که میدونین سرنوشتتون دست خودتونه، اونایی که به خدا اعتقاد دارن خیلی ها میتونن باشن، حالا هر خدایی، هر خدایی توی ادیان یا خدای غیر ادیان، از به واسطه شما خدا میخواد این تغییر رو ایجاد کنه. هر کسی یه برداشت میتونه داشته باشه. اون کسی که به خدا اعتقاد نداره خب میدونه سرنوشتش دست خودشه. اون کسی که اعتقاد داره نشینه بگه خدا کجایی. نه اونم بدونه که سرنوشت دست خودشه. همون دیگه، خدا تو رو چیز کرده، وسیله میکنه، وسیله میکنه واسه این تغییر. دیگه. اگه منظور به خدا اینجوریه تا این کار رو انجام میده. دقیقا. چه لباسش باره بود واسه حال خوب، دیگه نمیریم واسه یه تارمون، کنیم عزاداری واسه مرشا، دیگه هیچ خانمی نمیشه ارشاد، این کنیم عزاداری واسه سارینا، ببین چی کار بکنیم با اینا، میکنیم عزاداری واسه نیکا، دیگه هیچ جوونی نباشه بیکار، میکنیم عزاداری واسه کیان، به نام وطنم به نام ایران، یه نوری میبینم اون بره تاریکی، پس بیا پشت هم باشیم، چون راهی نی دیدن این کابوس همیشه گینی، وقتش بیدار بشیم اگه خوابیدیم. ببین سبک کار خیلی کلاسیک بود و من خیلی اینو دوست داشتم، رپ کلاسیک ایرانی، همون رپای قدیمی تر و اینو من خیلی اینو دوست داشتم، مخصوصا اینکه صدای جفتشون خیلی کامپلمنت میکرد همون صدای خود علی پاشا مثلا یه حالت لو خیلی چیلی داشت و صدای خانومه مثلا خیلی
خانند مثلا اون حالت شعر رو وارد کار میکرد. اگه اون مثلا بخش رپ بود خیلی بخش شعر رو وارد کار میکرد، بخش آهنگین قضیه رو، آره، با صدای خیلی قشنگی هم این کار میکرد. شنیده بودیم این آهنگایی که مثلا فقط بخواد آدم رو شارژ کنه، خیلی سفت قوی، مثلا مثل کارهای فدایی یا کارهایی که بخواد یه کمی لو کنه آدم رو، به نظر من یه کمی شل کنه آدم رو، یه کمی اونجوری که باید نباشه، مثل کار پوری. و این کار به نظرم مثلا خوب بود، چون اینجوری نیست که مثلا بخواد شارژت کنه بری مثلا همون لحظه تو خیابون، یا اونقدر لوت کنه ناامید چی کلا، مثل کار پوری. یه کاریه که مثلا میتونی حالت نرمال گوش کنی و نخوابه، یادت بمونه که چیا بودن، چیا اتفاق افتادن، در این حالی که بخوای همون مقدار بمونه دمای بدنت. ولی میدونی منظورم مثل کار فده، مثلا جوش نیاری، ولی مثلا یادت بمونه همه این چیزا رو، چیزای مهمی که براش داری میجنگیم و یادت بمونه. و این خیلی قابل فهم و راحت و زبانش ساده بود، واسه همین خیلی خوبه برای همه بذارین آهنگ رو. و خیلی به نظرم کار قشنگی بود. وطنم از علی پاشا کار عالی بود. شما نظرتون حتما بنویسید بچه‌ها تو کامنت‌ها، و توی دیسکریپشن هم لینک این ویدیو هست، حتما برید حمایت کنید. همچنین لینک تلگرام هست، حتما برید و جوین بدید بچه‌ها. دیگه مراقب خودتون حسابی باشید، لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیو بعدی. خدافظ.